سلام دوستان، به احترام این روزها انیمیشن جدید نداریم و این انیمیشن یک سال پیش ساخته شده و در چنل قبلی پخش شده. اگه ندیدید این سمو از دست ندید، انیمیشن جدید فردای عاشورا پخش میشه. این کلنگ نیترو کجاست؟ اوه، اینو میکنم تو ماتحتم. جناب آقای خرسپ نژاد، شما متهم به اختشاش در شهر و چند فقره دزدی هستید. خب حالا تمام داستان رو با جزئیات کامل برامون تعریف کنید. خب طبق معمول ما صبح بلند شدیم و خواستیم دوباره مثل همه روزا با بچه ها تفریح کنیم. آقای کارگردان، میشه من مثل هر روز صبح مسعود با تقه بیدار کنم؟ نه، این کار دیگه تکراری شده. بذار یه کار باحال جدید بکنی. چقدر امیزینگ. خب پس زیرشو بگیر بریم. اوخوی کارگردان، خیلی خوب زیرشو گرفتی ها. دعیوس برو عمتو مسخره کن. بیر ایتی ایت عوض یا چرا من اینقدر یک میکنید آخه؟ همش منو دارید میکنید. اوه اوهوی کارگردان چه حالی میده، منم میرم. خب دیگه به اندازه کافی سرحال شدی، حالا بیا که جلسه داری. باید بریم غذای یه سالمونو تهیه کنیم. دیگه با این وضع گرونی من نمیتونم غذای شما رو تأمین کنم. نظری نگرفتی گوش نمیمونی، دیگه خودتون میدونی. خب خره، آخه نظری برای نیازمنداست، ما چرا باید بریم نظری بگیریم؟ مسعود چاکش، آخه از من نیازمندترم مگه هست؟ آخه من چیکار کنم؟ دازه خرم عمته، اصلا شما چی میدونی؟ نظری گرفتن ثواب داره، ما برای ثوابش میریم. دیگه نمیتونم اینقدر لحظه شماری کنم، بریم ثواب کنیم. شرک تو برو کوچه پشتی، اونجا دارن قرمه سبزی میدن. شرک تحجیک یادت نره ها. یه کیلومتر اون ورته کوچه چهارم، پلاک چهارم، 10 تا قیمش وایسا، اوه 9 تاش مونده. مسعود بودو تا تموم نشده. آبدین تو هم از اونجایی که گشاد تشریف داری و مطمئنم که یه دونه نظری هم نمیتونی بگیری، برو سر کوچه، اونجا دارن عدس بالو میدن، هر چند تا تونستی بگیری یه دونه هم گرفتی مهم، اصلا نگرفتی هم مهم نی. باقر تو هم ای بابا، این باقر هم که باز حرفای من تخمش نبود، پاشد رفت. الو آقای کارگردان، دایی من داره نظری کباب کوبیده میده، سری برید بپاشید اونجا. پس منم میرم به سمت نظری کباب. و چرا صف وای نمیستید؟ اینجوری به همه تونم میرسه. ببخشید میشه یه دونه به منم بگید؟ برید اون طرف ببینم، یه دونه به منم بگید. اوه با تو اما بچه نمیشتوی. اوه دارو ندارم، همه چیزم، نظری نخواستیم بابا. اوه بوی کباب داره میاد، برید کنار ببینم. 15 تا مونده، نه 14 تا مونده. بالاخره رسیدم، 5 تا رک کن بیا. تموم شد. ای خدا لعنتتون کنه، این همه مدت تو صف بودم. بذار نگاه کنم، فکر کنم یه دونه مونده. دمت گرم مردی، خیر از جوونیت ببینی. ولی واسه مهندسه. چی گفتی؟ مهندستون بیاد اینه باقه رو بخوره. بفرمایید شما جلو بایستی. باشه، میشه من جلوی شما هم بایستم؟ بله حتما، چرا که نه. اگه میشه یه دونه لطف کنید، ممنونم. خب چی کار کردی؟ چند تا نظری تونستید بگیری؟ فکر کنم خودت خیلی گرفتی نه؟ آقای کارگردان، منو ببرید پیش دکتر سکسولوژی. مگه تو میدونی دکتر سکسولوژی چیه؟ نه، من از یارو پرسیدم. گفتم آخه توی کسخل نمیدونی دکتر سکسولوژی چیه. نه اتفاقا مسعود، رشته سکسولوژی
بررسی عملی خواسته های جنسی انسان، رفتارها و کنش های اوست. باقر اومدی؟ کجا بودی بابا؟ یا بخورش یا چه جلا. ای بابا، پس هیچ کدوممون نتونستیم یه دونه نظری هم بگیریم؟ نه، ولی ما یه دونه از اسپلو گرفتم. سوچ ایوو یعنی خاک تو سرمون. این آبدین رفت نزدی گرفت، ما نگرفتیم. کاش میفرستادمش کباب بگیره، الکی فرستادمش بره عدس پلو بگیره. مسعود بیا این عدس پلو رو بگیر تو بخور. عدس پلو از ساق طلایی هم خوشتره، چی اینو میخوره آخه؟ خب بزن تو چای بخور. رفقا الان پناشید بیاد تو کامنت ها بنویسید که چرا به عدس پلو توهین کردید. اینجوری نمیصرفه. 4 نفر آدم رفتیم نظری بگیریم، فقط یه دونه تونستیم بگیریم. قرار بود غذای یه سالمون رو تأمین کنیم بذاریم فریزر، اما فقط تونستیم غذای یه نفرمون رو در بیاریم. ای بابا، با این سوسول بازی ها حتی یه دونه نظری هم نمیتونیم بگیریم. چرا آبدین که یه دونه عدس پلو گرفت؟ نه خیرم، عدس پلو اصلا حساب نیست. ما باید سری باشیم. اوره راست میگه، تازه باید خشنم باشیم. درسته، ما باید سری و خشن باشیم. خب کارگردان، من این دوتا ماشین رو همونطور که خواستی ارتقا دادم. من سر هر کدوم دوتا جت توربوی دست دوم استفاده کردم، چون آقای کارگردان پول نداد نوشو بخرم. حواستون باشه این جت تو مدت زمان کوتاهی کار میکنه، پس ازش به موقع استفاده کنید. بیایید، من دستگاه تلپورت رو گرم کردم، سوار شید برید. چرا اینجا انقدر ساکته؟ خب اینا رفتن برای مسابقه. شرک راهنما خرابه. دستو بگی بیرون بپیچیم. او باش آقای کارگردان. ای شرک این چه کاریه؟ بیا تو آبا، بیا تو، الان هممونو میزنن. او آقای کارگردان خود چه فرقی میکنه؟ خواستم هوا بخوره. یا چقدر خفنه. اونجا رو نگاه کنید، اونایی که میبینید حریفاتونن. اوه چه حریف خوبی، من یه لحظه میرم باش اختلاط کنم برمیگردم. عجب دافولیه. ای بابا این حوالا رو نگاه کن. آقای کارگردان من با این یکی مسابقه میدم. وای چه لباس خفنی داری. میگم اندازه منشو نداری؟ XXL؟ آره، بعد مسابقه بیا اتاقم بهت بدم. خانومی ناز تو بخورم شب شام نخورم. برو ناز مامانی تو بخور. آقای کارگردان منم با این داداش مسابقه میدم. خفه شید بینم بابا، مگه میخواید ببازی؟ جاتون عوض کنی. مسعود با پسره مسابقه میده، شرکم با این دختره. واقعا به چشم خواهری خوب چیزیه. این مسابقه هیچ قانونی نداره، فقط خودتونو به همتیمیتون برسونید تا اون بتونه مسابقه رو تموم کنه. هر گروهی هم که پیروز بشه ماشین گروه دیگر رو از آن خودش میکنه. همه به جای خود. 3 2 1 شروع. شکستت میدم. گو میخوری؟ گو اگه خوردنی بود داره لبات روغنی بود چاقال. لعنتی. اینجور که معلومه باید یه کاری بکنم. جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته. بیگی اینا کل پولای منه، ببند رو اون تیمی که از همه جلوتره. من فکر کردم که بخوای روی داننده های خودت شرط ببندی. نه بابا اونا گوهن، عمرم ببرن. ببند روی حریفاشون. خب دیگه حالا وقت توربوه. از چرا تمام شد؟ ای بابا پروفسور دودو گفتش اینو تو موقع درست استفاده کنم. آره همینه. ای بابا مسعود چون تلق دروخ. بیا دیگه برو دیگه لکنته. ای بابا کجا موندی؟ بیا دیگه. بالاخره رسیدم. شرک برو. میرم. عمرن بتونی به من برسی.
اینم توربو، بیتم بریم. چرا دارم کم میارم؟ آره، اون توربوتون زیاد دوام نمیاره. وای، نه. ایول، دارم شرطو میبرم. اوه، نه، نمیذارم این مسابقه اینجوری تموم بشه. این شلنگ نیترو کجاست؟ اوه، اینو میکنم تو ماتحتم. آره، یه چند تا قاشق نمک اضافه میکنی و آروم هم میزنی. ای بابا، چرا دارم چطفت میگم و میگوزی؟ چی؟ دارم درست میبینم؟ اوه، نه، دارم میبازم. اینو بخور بابا. نه ایوان، ایوان، شرط باختم. اینقدر که این گوز شرک به من ضرر زده، جنگ جهانی به دنیا نزده. هر روز وایسادی همینجا با این کونه کس بازی، برو کار کن، یه پول در بیار. اوه باغ، راست میگی، نظریه رو به کل فراموش کرده بودم. خب دیگه ما بردیم، ماشینامونو رد کنید بیا. خوب گوش کنید ببینید چی میگم. پروفسور دودو آمار نظریه رو بهمون میده، ما هم میریم سراغشون. باید دو تا گروه بشیم، یه گروه آبدین و شرک، یه گروه هم من و مسعود. میریم و نظریه رو به صورت سریع و خشن جمع میکنیم. خشونتش از من و آبدین، سرعتش هم از شرک و مسعود. Let's go guys. از دودو بخره چیز کارگردان. کارگردان بگوشم. محموله نظری های دم در خونه ای رویت شد. خب آدرسش کجاست؟ دو تا کوچه پایین تر از شما سمت راست. میگم راستی دودو، نگفتی نظریشون چیه؟ عدس پلو. مسعود سرشو کچ کن، این عدس پلو ولکن ما نیست. نه 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 نه، برنگردید. یه کوچه پایین تر از همون محله یه جا هست که قیمه نظری میدن. اوه جون، قیمه دوست دارم. بریم. مسعود نگاه کن، اون نظریه همه حق ماست، سهم ماست. نظریه ما رو داره یکی یکی میده تو اون خونه ها، ما حقمونو باید ازش بگیری. آره، حق با توه. خوب گولش زدم. خب حالا نوبت توه، بودو برو خفتش کن. آقا ببخشید، من میخواستم برم یه جا موهامو شنیون کنم. ببین عزیز، باید بری اون تای کو. نه پسرشو جا بده من. آی مردم دوست، نظری های ملت رو برد. مسعود آتیش کن بریم. ما بردیم و ما بردیم، خیمه ها رو ما خوردیم. خب شرک، به اولین دور برگردون که رسیدی دور بزن. ایبان دهنتو بیتر بیار، من آدم دو دره نیستم، هیچکی رو دور نمیزنم. منظورم باریدگی خیابونه، بپی. چرا نمیفهمی؟ اینجا من هیچکی رو نمیپیچونم. ای بابا، بیسیم و بده آبدین. آبدین بیا بگی ببین دودول چی میگه. ای وای، اینا دیگه چه عجوبه هایی هستن. های شرک، لوکیشن رو براتون میفرستم، برید نظری ها رو بگیرید و بیای. حل دا. خوب اینم از این رسیدیم. آبدین برو سر وقتش ببینم. برو ببینم بابا، بزار بخوابی. دایوس این وظیفه توه، برو انجامش بده. بیا الان تو از من میخوای در ماشین رو باز کنم پیاده بشم، بعد دوباره در ماشین رو ببندم برم سراغ یارو یقش رو بگیرم با کله بزنم تو صورتش بیفته زمین، غذاها رو بردارم برگردم در ماشین رو باز کنم بیشینم تو. خوب میبینم که خوب کار کردی، ولی خب این کفاف ما رو نمیده، این فوقش بتره که 3 ماه جواب میده. خب این که خیلی خوبه، 3 ماه غذای مفتی، دیگه چی میخوای؟ 1 سال غذای مفتی. ببینی پروفسور دودو آمار یه محموله بزرگ زرشک‌پلو با مرغ رو گرفته، اگه این محموله رو بدزدیم شاید حتی بیشتر از 1 سال غذا داشته باشیم. اوه جون، زرشک‌پلو با مرغ. خب دیگه شرک، تو هم آبروی ما رو بردی آخه، مگه نخوردی تا حالا؟ نه خب آقای کارگردان، تو اینجا همیشه به ما زرشک‌پلو با موش میدی، چیکار کنم؟ خب بگذاریم، بیاید اینجا. جمشید، حالا گمشید. نه نه، شوخی کردم، بیاید نقشه رو بهتون بگم.
روز دزدیدن محمولی زرشک پلو با مرغ. خب مردم یه کوچولو دیگه تحمل کنید، الان دیگه غذا رو پخش میکنیم. خب شرش بیا تنابو بهش وست کنی. کارگردان برو بالای سرشون تا من ببینم دارن چی کار میکنن. اوکی الان میرم. هایت فرار کنید، اینا میخوان ما رو بکشن. مسعود شرک حواستون باشه که تنابو محکم ببندید. که نداره که، من استاد بستنم. خب تموم شد، سوارشو بریم. چی شدش؟ غذا رو دزدیدن؟ من فکر کردم اومدن ما رو بکشن. ای پسر سری زنگ بزن به اینترپول، قضیه امنیتیه. ای وای مسعود داریم کم میاریم، نیترو رو بزن. اه باشه. مسعود سرتو بدوز. ای بابا یه زرشک پلو با مرغ دیگه، اینا چقدر پیگیرن، زنگ زدن اینترپول بیا. باقر وقتشه وارد عمل شد. خب بچه ها یه کمی جلوتر وارد یه جاده خاکی بشید. اوکی دریافت شد. مواظب غذاهای من باشید و زمین نریزید اصلا. خره اینقدر حرف نزن، حواس ما رو پرت نکن. خره مته. وای جلوترمون پرتگاهه، چی کار کنیم؟ چی؟ این که اصلا تو نقشه نبود. وای پشتمونم که پلیسه، بگاه رفتی. خب کارگردان باید از آهن ربایی که زیر شکم جت گذاشتم استفاده کنی. آقای کارگردانو الان میگم ما فقط یه دونه آهن ربا داریم، اون پایین دو تا ماشین و یه دونه قابلما هست، کدوم رو میخواییم نجات بدیم؟ این چه سوالیه؟ معلومه که قابلمه رو نجات بدیم، تازه اون دوتا بیفتنم نون خورامون کم میشن، به ما غذا تازه بیشتر میرسه. خره در جریانی که ما صداتو داریم میشنویم. خرم عطه خط رو خط شده. آبدین دکمه رو بزن تا تنابا از ماشین باز شن. آبدین آهن رو بارو روشن کن. بچه ها برای هر کدومتون گلاب گذاشتم، ازشون استفاده کنید. گلاب کو؟ آها پیداش کردم. بذار منم بزنم. خب آبدین دکمه رو بزن غذا رو آروم بیار تو. کارگردان جتای اینترپول افتاده دنبال کونتون. حتما با خبر شدن که محموله رو آوردیم اینجا. آقای کارگردانو اینا موشک دارن. آفرین بر تو کارگردان. حلال استون. از دودو به همه کسخلا، شما الان وارد پلی شدید که میرسه به محله فقیر نشینا. چرا اینجوری شد؟ ماشین دیگه حرکت نمی کنه. این چی بود زدم به هم؟ مسعود گوش کن، اون یه اصله هست که ماشین از کار میندازه، باید خودت بری اونو ورداری تا ماشین دوباره راه بیفته. باشه. این در نمیاد، خیلی صف شده. بچه ها جلوتر پلیس ها راهو بستن. ای توف به این شان. نه مسعود الان میخوره به اونجا، حواسش نیست. بوله انارم، من باید نجاتت بدم. در بیا دیگه. شرک چه حرکتی واسه مسعود زد، فکر کنم مسعود واقعا دوست داره،
فقط برای تقه نمیخوادش. آه شرک، ممنونم که منو نجاتم دادی. آره عزیزم، من برای تو همه کار میکنم، حالا بیا جبران کن. آه حالا من دو خط برود خندیدم، چقدر پررو شدی، برو من ببینم. لافتره کندنتونو بذارید برای بعد، سوارشید برید. خب اینجا دیگه فکر کنم باید امن باشه، همینجا نگردار. آه خسته شدیم آه، بیاید یه ذره بشینیم. اه اینا دیگه کیان؟ اه امو، امو برامون غذا آوردی؟ چی؟ آخه میدونید هر سال برای ما اینجا کلی غذا می آوردن، ولی امسال هیچی نیاوردن، فقط شما اومدید. بچه ها بچه ها بیاید، آقا خره برامون غذا آورده. اوه بچه ها بیاید بغل عموشیره که مهربون بهتون نظری بده. بیا این مال تو، اینم مال تو، این یکی هم مال تو، این یه دونه مال خودم. شرک بوسی بابا، بیا بگی عموشی. خب انگاری که به همه تون رسی. بچه ها باید فوراً اون محل رو ترک کنید، هر لحظه ممکنه پلیسا برسن. بچه ها بچه ها سریع از اینجا دور شید، الان اینجا جنگی میشه. آه پلیسا رسیدن. باقر بازم نوبت توه، همگی بپرید پشت باقر. دارم سر میخورم. بچه ها شما دیگه نمیتونید براش کاری انجام بدید، اونو ول کنید، خودتون رو نجات بدید. لحظه خداحافظی، بسینم نتونستم بفشارمت. اوه بچه ها عیبی نداره، من تسلیمم. شما به جرم دزدیدن محمولی زرشپل با مرغ بازداشتید. آره آقای قاضی، اینجوری شد که من الان در خدمت شما هستم. جناب آقای شاکی، آیا اظهارات آقای اسمجاد رو قبول میکنید؟ آیا همشون درست بوده؟ بله جناب قاضی، همونطوریه که تعریف کرد. اون همه زرشک‌پلو با مرغای منو دزدید. من از دادگاه میخوام که متهم رو به اشد مجازات محکوم کنه. خب جناب آقای اسمجاد، بخونید. از راه دور اومدم، چه پر سرور اومدم، خسته نباشم. آنده نباشی، منظورم این بود که دفاعیتو بخونم. آقای قاضی، من هیچ دفاعی خودم ندارم، من یه آدم معمولی هم که یه زندگی معمولی دارم، من مظلومم. اوه آقای کارگردان، با نن من غریبم بازی نمیتونی رأی دادگاه رو عوض کنی. هه شرک چی داری میگی؟ آه اون شرک رو پرت کنید بیرون، مثلا خیر سرش وکیل منه. بیا مسعود آوردمش بگیرش. آه آوردیش، ایول وقتی شرک وکیل میشود خودشه. وقت دفاع کردنه. ممنون آقای گازی که اجازه دادید به عنوان وکیل متافع بیام از متهمم دفاع کنم. باشه بفرمایید. آقای گازی، شاید که موکل من تمام این کارها را انجام داده باشد، ولی اگر دقیق‌تر نگاه کنیم میبینیم که ضرر و زیانی به کسی وارد نشده، بلکه کار درستی هم انجام شده. او نه خوشم اومد، شرک داره خوب پیش میره. آقای گازی، موکل من هیچی رو برای خودش نخواسته، همونطور که خودتون هم شنیدید تمام اون محموله رو داد به بچه های کار، همون بچه هایی که هیچ بنیادی بهشون رسیدگی درستی نمیکنه. و شما دوست عزیز، شمایی که نظری پخش میکنی، شما اسمتون چیه راستی؟ اسم من کیانوشه. خب یه پیام دارم برای کیانوش عزیزم، شما اسم این کارتو گذاشتی نظری دادن؟ این اصلا درست نیست. یه سری آدم پولدار دور خودت جمع کردی تو بالاشهر بهشون نظری میدی؟ خب اونا که شکماشون سیره، چه فایده ای داره؟ ولی آقای کارگردان، همین مرد جناب آقای اسب نژاد، اون قضا رو زرشک پلو با مرغ رو به اون بچه های نیازمند رسون، که اتفاقا درستش هم همینه. من دیگه حرفی ندارم آقای قاضی. شرک خیلی خوب حرف زدی، پشمام ریخت. آقای قاضی، من شکایتم رو پس میگیرم، من از ایشون درس خیلی بزرگی گرفتم. معلومه که ایشون از اول همه چیز رو برای نیازمندان میخواستن، مثل رابین هود که از پول دارا میدازید و به فقرا میدازید. آره سبا. و بله من شکایتم رو پس میگیرم. اوه تو گو میخوری شکایتی تو پس میگیری؟ من ما مسخره توی اومدیم اینجا. آه شرک بشین بابا، چی داری میگی؟ پروفسور دودو فکر کنم اثر این داروه رفت.
از اونجایی که شاکی شکایتشو پس گرفته، ما مجازاتی برای دزدی برای جناب آقای اسمجاد در نظر نمیگیریم. ولی به جرم اختشاش در شهر و مقابله با پلیس، آقای اسمجاد به 10 سال و 3 ماه حبس محکوم میشود. میگم که جرمت چی بوده؟ قتل. جرم تو چی بوده؟ دزدیدن محموله بزرگ زرشک پلو با مرغ. دمت گرم با تو خیلی خفنی. البته بعدش همش رو دادم به بچه های کار. دست خوش. دمت گرم مرد. پهلوان واقعی توی. به خاطر این ماجرا به تو زندو کل احترام میذارم. من فکر نکنم پام برسه به زندان. من همین الان باید برم. نتیجه اخلاقی این قسمت توی مسابقه ماشین سواری که شرک تو شرکت کرده، اصلا شرط بندی نکنید و بدون خشونت وارد صف نظری نشید، چون که موفق نمیشید. به فکر بچه های زحمت کش کار باشید و در آخر این که تو دادگاه گیر افتادید، از شرک به عنوان وکیل استفاده کنید. خیلی تاثیر داره. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اینستاگرام اونم فالو کنید با آدرس آریوشن. فعلا خدا حافظ.